بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثناء خداوند بزرگ، رب یسر ولا تعسر. یکی از مباحث مثنوی که خیلی هم زیاد تکرار شده و مولوی خیلی روی این مطلب تکیه کرده و مطلب رو عمیق هی شکافته و دائم یادآوری و تذکر میده به ما، مسئله دنیا طلبی بشره. مولانا چندین نکته میگه. یکی این که میگه خلق اطفالند و جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. گفت دنیا لهو و لعب است و شما، کودکید و راست فرماید خدا. آیه قرآنه و ما حاضر الحیات و دنیا الا لعبون و لحبون. زندگی دنیا نیست مگر بازی و بازیچه. آیات زیادی از قرآن کریم مثل آیه 64 سوره مبارکه عنکبوت این مطلب توش اومده. 6 بار تقریبا این تعبیر تو قرآن اومده که و ما حاضر الحیات و دنیا الا لعبون و لحبون. زندگی دنیا بازی و بازیچه است. و مولوی اینجا میگه خلق اطفالند و جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. گفت دنیا لهو و لعب است و شما، کودکید و راست فرماید خدا. خیلی زیبا میگه، میگه که انسان ها مثل کودکان که با اسباب بازی بازی میکنن، تو دنیا هم آدم ها با این اسباب بازی های دنیا، بزرگ هم اسباب بازی هاشون بزرگ میشه، ولی بازی همون بازیه. دیدید بعضی ها مثلا یه خونه میخرن، یه خونه خوبی داره، مثلا میخواد این بچه کوچولو ها که پوز میدن با اسباب بازی هاشون، اون میگه اسباب بازی من بزرگتره، اون میگه اسباب بازی من نمیدونم آهنیه، اون میگه ماشین کوکی من دراش باز میشه. به هم دیگه فخر میفروشن، تفاخر میکنن، فخر فروشی به هم میکنن. آدما میبینی همینجوری، مثلا میگه که خونه شما کجاست، میگه فلان محل، شمالیه یا جنوبیه، مثلا میگه خونه ما جنوبیه، میگه خونه ما شمالیه. با یه افتخاری، با یه فخر فروشی میبینی مثلا این مسائل. این بچه‌های کوچیک که فخر فروشی میکنن، بزرگان فخر فروشی میکنن، بازی همون بازیه، اسباب بازی‌ها بزرگ شده، آدم ها هم همون کودک کهنسالن. مولوی میگه خلق اطفالند و جز مست خدا. میگه مگر کسی که فهمیده این دنیا اصالت نداره. عیب دنیا از نظر عرفای ما اینه که دنیا زوال پذیره، دنیا ماندنی نیست، دنیا بقا نداره، هم با مرگ ما برای ما ختم میشه، هم این که کل دنیا در نهایت فنا و نابود خواهد شد. اینه که دل به دنیا در نبندد هوشیار. انسان هوشیار، انسان آگاه میره به خالق جهان دل میبنده، نه به خود این دنیای فانی. اینه که هم در قرآن کریم مثلا در سوره طه آیه 132 قرآن به پیغمبر میفرماید لا تمدن عینی که به ما متعنا بهی ازواجن من الحیات دنیا. ای پیامبر، به اون چه که از مال دنیا ما به اهل دنیا دادیم خیره خیره نگاه نکن. یه خونه قصر مانندی، یه ماشین نمیدونم فلانی میبینی، به این خیره خیره میگه پیغمبر نگاه نکن. میگه اینا وسیله لنفتن هم، یعنی برای فتنه، برای آزمایشه. ما داریم آدم ها رو با این چیزا آزمایش میکنیم. اینا هدف نیست، اینا کمال نیست. اینکه انسانی مثلا چند هکتار، مثلا میگه فلانی 1000 هکتار زمین داره، این میگه 1000 هکتار زمین داره، خوش به حالش. قرآن میگه اینا وسیله آزمایشه، اینا کمال نیست، فضیلت تو اینا نیست. فضیلت در تقوا، فضیلت در قرب به خدا، فضیلت در فضائل اخلاقی. انفاق چقدر میکنی، چقدر شجاعت داری، از حق دفاع میکنی، اونا کماله. فضائل، فضیلت یه امر درونیه. وقتی که یه انسانی اخلاص داره در کارهای خودش، آدم بیریاییه،
مخلص، متواضع، نیکوکار، اون کماله. ولی این که حالا یه کسی 100,000 هکتار اصلا کل زمین مال این، خب چی؟ چه کمالیه برای این؟ مولوی در رابطه با معنای دنیا بیت زیبایی داره در دفتر اول، خیلی این بیت مهمه. میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و فرزند و زن. این جهان زندان و ما زندانیان، حفر کن زندان و خود را وارهان. مال را گر بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. خیلی این ابیات عمیقه. میگه دنیا چیه؟ این دنیا که ما میگیم دنیا یعنی درخت، یعنی آسمان، یعنی زمین. میگه نه نه، من این دنیای ابجکتیو که مورد شناخت ما هست و نشانه خداوند، عالم پر از علامت خدای دیگه، عالم از علامت میاد، عالم یعنی پر از علامت خدا. میگه اینو نمیگم. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. میگه هر چی که تو رو از یاد خدا غافل کنه دنیاه. حالا به قول امام خمینی میفرمود ممکنه یه کتاب باشه، یه کتاب آدم رو از یاد خدا غافل کنه، ممکنه زن آدم باشه، بچه ی آدم باشه، ممکنه حالا ماشین آدم باشه، هر چی که ما رو از یاد خدا غافل کنه. اونی که ما رو از یاد خدا غافل میکنه دنیاه. یعنی دنیا یه حالت قلبیه. درخت که جز دنیای اخلاقی حساب نمیشه. اون چه که قلب ما رو به خودش مشغول کنه، از یاد خدا غافل کنه، یا این که ما رو از عبادت خدا خارج کنه. آره، یا آقایی دیدم به خاطر بچهش میگو رفتم پیش فلانی، به فلانی گفتم بچه من کارمند فلان اداره، اینو بذارینش رئیس بشه. میگو البته اون آقام نکردین کارو. خوب دقت کن، پدری که به خاطر بچهش میخواد پارتی بازی کنه، بچهشو بره رئیس اداره قرار بده، این میشه دنیا. دنیا یعنی این، یعنی چیزی که ما رو از بندگی خدا، از حق خارج میکنه. هر چی که ما رو از حق خارج کنه، از یاد خدا غافل کنه دنیاه. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و فرزند و زن. قماش یعنی پارچه. مولوی میگه منظور من از دنیا پارچه و زن و بچه و خانه و پول و طلا نیست. بعد میگه که این جهان زندان و ما زندانیان. میگه این دنیا آدم ها رو اسیر خودش میکنه. طرف میبینی اسیر پست و مقامه، اسیر شهوت، اسیر قدرت، اسیر ثروت. هر کسی اسیر یکی از این، یا بعضی هم که دیگه آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، اسیر همه ی ایناست. از همه چی خوشش میاد، از همه چی دنیا خوشش میاد، از تمام لذایز به تمام لذایز دنیا وابسته است. مولوی میگه این جهان زندان و ما زندانیان، حفر کن زندان و خود را وارهان. میگه یه گریزگاهی برای خودت پیدا کن، خودت نجات بده از اسارت دنیا و دنیا طلبی. مال را اگر بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خواندش رسول. میگه پیامبر فرمود که، حدیثی از پیامبر نقل شده که، نعم المال و صالح لرجل صالح. مال نیکو در دست مرد نیکوکاره. مال را گر بهر دین باشی حمول، میگه اگر این پول رو در راه دستورات خدا خرج کنی، به زن و بچت برسی، انفاق بکنی، در راه خدا خرج کنی، مسجد بسازی، کارهای خیریه کنی، این مال نیکویه، دست مرد نیکوکاری هم مثل تو افتاد. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. میگه اگه آبو بریزن توی کشتی، کشتی غرق میشه. اما اگه آب زیر کشتی باشه، باعث سلامت کشتیه که برسه به ساحل. اما همین آب اگه بیا توی کشتی، کشتی رو غرق میکنه. منظورش اینه، میگه اگه پول تو قلب تو باشه، غرق میشی تو دریای دنیا. اگر پول تو جیب تو باشه، در راه امور خیریه خرج کنی، خیلی هم عالیه، ایمانت قوی تر، بهشتی میشی. میگه این پول نباید بیا تو دلت. پست و مقام خوبه آدم داشته باشه که خدمت بکنه، اما اگه پست و مقام بیا تو قلب آدم،
بشه معبود آدم، یا شهوت یا ثروت یا قدرت، هر چی، شهرت، چیزایی که مال دنیای دیگه، اینا بیا تو قلب ما، قلب ما رو به خودش مشغول کنه، کار خراب میشه و انسان جهنمی میشه. اینه که مولانا میگه که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مولوی راجع به دنیا مطالب دیگری هم گفته، اونا رو انشالله فردا خواهم گفت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.